امروز هستم با دکتر حبان راجع به تیروئید صحبت کنم. دکتر حبان، شما برای ما لطفاً علائم تیروئید، علائمی که میتونه مشکل تیروئید رو به پا بیاره بگیم. خواهش میکنم. ببینید، قبلا هم راجبش صحبت کردیم که ممکنه یه شخصی بره آزمایش‌های پزشکی انجام بده و بهش هیچی تو آزمایش‌ها پیدا نکنن که برشون خیلی آلارمی باشه، ولی یه سری علائم هستن که میتونه نشون دهنده باشه که تیروئیدشون یه مقدار احتیاج به کمک داره. بله. یکی ریزش موه. بله. یکی گفتین خشکی پوست. بله. چجوری میدونن که یکی پوستشون خیلی خشکه؟ مثلا فلیکی؟ خب اگر که معلومه. بله، خیلی مشخصه. بله. کسی که خوش باشه میدونه. بله. خودش. خب سردی بدن یا دست و پای. بعد در بعضی از اشخاص قسمت بیرونی ابروها شروع میکنه کم شدن و ریختن. یبوست خیلی موقع ها میتونه باشه. بعد کم شدن تمرکز حواس یا حافظه میتونه باشه. کم شدن میل جنسی میتونه باشه. و یکی دیگه این که انرژی خیلی میتونه کم بشه. بله. علائم خیلی زیاد دیگه هم داره، مثلا خیلی هاشون اضافه وزن میگیرن و این اضافه وزن بیشتر بدن رو شبیه گلابی میکنه. بله. اینا یه چیزایی که اگه توجه بکنین، اگه مثلا از این همه علائم دو سه تاش هم داشتین، احتمال داره که تیروئید احتیاج به کمک داشته باشه. پس شما لطفاً بگیم به ما چه کارایی میشه انجام داد اگه این چیزایی که شما گفتین، ریزش مو، ابرو، اینا چیا میشه خورد، چیا نباید خورد؟ از نظر خوردن، خب یکی از مهمترین ها این هستش که سبزیجاتی که خانواده بهش میگن کروسیفرس وجتبلز که مثل مثلا کلم، گل کلم، براکلی، کلم پیچ، کلم قمری، تمام اینها خانواده کلم. بله. چون توش یه ماده‌ای دارن به نام گویتروژن و این زیاد برای کسانی که کمکاری تیروئید دارن زیاد خوب نیست. از اون طرف بله، آیودین و یا یود خیلی خوبه. سبزیجاتی که رنگ سبز خیلی تیره داره، مثلا کیل. بله. یا به خصوص سبزیجات دریایی مثل سیوید و غیره، اینها آیودین زیاد دارن توش و یود زیاد داره و میتونه خیلی. یکی از یکی که تایروئید داره آیودینش کمه، میتونه آیودینش کم باشه. باشه. بله. یعنی کسی که تیروئیدش کم کاره امکان زیاد داره که آیودینش هم کم. این خیلی درس مهمی بود برای امروز. چیزای کبیج و این چیزا کلم ازش دور بمونن. مرسی دکتر. خواهش می‌کنم.